سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز امیدوارم که حال همگی شما خوب باشه و پنجشنبه خیلی خوبی رو تا اینجا سپری کرده باشین و ساعات باقی مانده هم ساعات خیلی خوبی در پیش رو داشته باشید سهر بوباش هستم از کمپانی مورگش ترانزیت خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومد من بتونم در خدمتتون باشم طبق هر پنجشنبه شب برنامه مشاور شما در خصوص وام رو آقای سیاوش رفیعی برگزار میکنن امشب ایشون حضور ندارن به دلیل مهمانی خصوصی که دستن در جشنواره سین ایران که آخر این هفته برگزار میشه توی شهرمون این مهمونی رو تدارک دیدن تمام اسپانسرها و هنرپیشه ها و هنرمندان خوب کشورمون که از ایران تشریف آوردن امشب در این مهمانی هستند و آقای رفیعی هم امشب به این مهمانی تشریف بردن و برای اینکه خلف وعده نشه من در خدمتون هستم با موضوع صحبت که نیو کامر پروگرام هست یا مورگیج برای تازه واردین به کانادا هستش من خیلی کلی میخوام راجع به این پروگرام صحبت بکنم براتون و جزئیاتش رو میذاریم برای هفته آینده که آقای رفی ادامه میدن برنامه رو در خصوص وام برای تازه واردین اولین چیزی که باید خدمتون ارز کنم اینه که توصیه که ما داریم تا فرصت دارین از این پروگرام استفاده بکنین به دلیل اینکه یک دوره محدودی هر تازه واردی میتونه از این پروگرام استفاده کنه و واجد شرایط هست و بعد از اینکه این دوره تموم بشه به هیچ عنوان دیگه نمیشه ازش استفاده کرد هیچ استثنایی وجود نداره مورگیجی که خیلی از دوستان میگن که پس چه مورگیجی بهش میگن نو no question ask. الان در حال حاضر تنها مورگیجی که بدون هیچ سوال جوابی بانک ها ارائه میدن میشه گفت این پروگرام هست که البته هنوز هم یه سری تغییرات ایجاد شده که نسبت به قبل یه خورد سختگیریشون بیشتر شده یعنی قبلا واقعا خیلی خیلی راحتتر بود گرفتن این وام که الان با توجه به تغییرات و تحولاتی که برای همه مرگج ها ارائه شده و قوانینی که دارن اجرا میکنن با توجه به وضعیت بازار مسکن که مطمئنا همه ما راجبش میشنویم و در جریانش هستیم و تغییرات قوانینی که در چند ماه گذشته به صورت خیلی پشت سر هم این قوانین جدید ارائه شد و به اجرا گذاشته شد و آخرین قانونی که قرار از ژانویه سال 2018 اجرا بشه که خیلی سختتر داره میکنه این واجد شرایط بودن مورگج رو برای اکثر مردم پس بنابراین داشتن این پروگرام برای کسایی که میتونن ازش استفاده بکنن واقعا مثل بونس هست به قول معروف که ازش بشه استفاده کرد حالا بپردازیم به جزئیات این پروگرام که کیا میتونن استفاده بکنن شما از لحظه ای که وارد کانادا میشین اون تاریخی که پشت پیار کارت شما زده میشه از اون تاریخی که لند میشین به مدت پنج سال و سه سال حالا اینی که میگم پنج سال و سه سال به این دلیل هست که قبلا همه بانک ها پنج سال اول ورود شما رو قبول میکردن به عنوان نیوکامر و میتونستین برای مرگج اقدام بکنین بعضی از بانک ها از چند ماه اخیر این پنج سال و به سه سال تغییر دادن. پس الان بستگی به نوع بانکی داره که شما باش کار بکنین که جزء سه سال باشین یا جزء پنج سال باشین که بتونین از این پروگرام استفاده بکنین. ولی به هر حال اگر حتی یک روزم از این دوره گذشته باشه همونطور که اشاره کردم دیگه قابل قبول نیست برای هیچ بانکی. و شما از این پروگرام نمیتونین استفاده بکنین هیچ استثنایی هم قائل نمیشن این یکی از نکات مهمی هست که باید در نظر بگیرین نکته دوم باز این هستش که قبلا برای گرفتن مورگیج هیچ لیمیتی نداشت شما میتونستین هر چقدر بخواین وام بگیرین با توجه به اینی که خب دامپیمنت لازم رو داشته باشین اون پولی که باید توی حساب نشون داده بدین رو داشته باشین که الان راجبش توضیح میدم و میتونستین هر چقدر که میخواین مرگج رو بگیرین حالا نسبت به قیمت خونه الان محدودیت ایجاد کردن یعنی لیمیت داره شما دیگه هر چقدر دلتون بخواد نمیتونین مرگج بگیرین تنها مبلغ یعنی نهایت مبلغ مرگجی که به شما میدن باز بستگی به نوع بانک داره یا کدوم بانک دوم شما دارین باشون کار میکنین از یک میلیون تا مکسیموم یک میلیون و 500 هست و بیشتر از اون هر چقدر که قیمت خونه باشه شما حتما باید اونو به با عنوان دام پیمنت خودتون پرداخت بکنین و دیگه بیشتر از اون بهتون وام تعلق نخواهد گرفت و داون پیمنت نکته دیگه ای هست که باید در نظر بگیریم زیر 35 درصد نیست ممکنه بیشتر باشه باز بستگی به بانکی داره که دارین ازش در درخواست میکنین برای وام ولی مینیموم 35 درصد داون پیمنت باید داشته باشین این داون پیمنت باید سی روز حداقل توی حسابتون باشه توی حساب کانادایی از حسابایی که توی کانادا نباشه قبول نمیکنن باید حتما توی حساب کانادایی باشه مگر استثناهایی هست که حالا با توجه به کیس و بانکی که داریم کار میکنیم باهاشون مثلا شما توی ایران ملکی رو فروختین یا حساب پسندازتون هست که در اون صورت میتونین سند فروش اون ملک یا صورت حساب بانکیتون رو که نشون بده پول سیوینگتون پول پسندازتون بوده اینو شما اینجا ارائه بدین حالا از اینی که بخواین ترجمهش کنین بیارین یا اینجا ترجمهش کنین اینجا بعضی از بانک ها اکثرا که خب کارمندان ایرانی دارن همونجا ترجمه میکنن و قابل قبول هست بعضی ها میگن نه ممکنه ترجمه رسمی بخوان شما انجام بدین براشون که خب اون زیاد به قول معروف مشکلی نیست ولی لازم دارن بدونن اگر که پول شما بلا فاصله قبل از کلوزینگ خونتون داره میاد از ایران این لازم دارن بدونن که این پول از کجا داره میاد باید مدارکش رو داشته باشن پس خوبه که اگر سندی مدرکی و هرچی که دارین که نشون دهنده اینه که این پول از اون طریق به دست شما رسیده اینو اینجا بهشون ارائه بدین چیز دیگه ای که باید حتما داشته باشین علاوه بر داون پیمنت بهش میگن پی تی آی پی تی آی یعنی پیمنت ماهیانه برای یک سال یعنی دوازده تا پیمنت ماهیانه از مورگیجی که دارین میگیرین مبلغ مرگجی که دارین میگیرین به اضافه ی یک سال پیمنت پراپرتی تکس ملکتون اینو باید نشون بدین توی حسابتون که شما دارین خوبیش اینه که این پول لاک نمیشه و بعد از اینی که مرگجتون کلوز شد شما میتونین بعضش برداشت کنین دسترسی دارین بهش ولی بانک میخواد که حتما ببینه که شما این پول رو توی حسابتون دارین که خب حالا علاوه بر داون پیمنت و علاوه بر این مبلغ پول که اصطلاحاً PTI بهش میگن توی حسابتون باشه مسلما هزینه های کلوزینگ که برای همه خونه ها یکی هستش اونم بانک دوست که ببینه توی حسابتون هست و هزینه کلوزینگ کاستم شما دارین یکی دیگه نکاتی که باید در نظر بگیرین باز اینم بستگی به نوع بانک داره بعضی از بانک ها هیچ سوالی از ازتون نمیپرسن میگن که خب شما تو این دوره ام... که ام... ما میخوایم ازتون هستین حالا سه سال یا پنج سال تو این دوره هستین و واجد شرایط هستین دام پیمنت رو دارین همه چی هست ام... ما بهتون وامو میدیم بعضیاشون میگن که نه ما میخوایم بدونیم که شما از عهده پرداخت وام بر میاین. حالا ممکنه هنوز توی کانادا شروع به کار نکردین ولی از کشوری که دارین میاین اونجا منبع درآمدتون چی هست ممکنه ازتون بخوان که شما ارائه بدین اگر اونجا حقوق دارین میگیرین اگر بیزنسی دارین ازتون این مدارک رو بخوان که شما بهشون ارائه بدین البته معمولا فقط در حد این هست که میخوان تو پروندهتون داشته باشن که خیالشون راحت باشه که شما از عهده این پیمنتتون برمیایید بعضی از بانک ها و بعضی موارد اینو ازتون میخوان بعضی از بانک ها هنوز هستن که اصلا کاری ندارن به اینه که درآمد هست نیست شما اینجا شروع به کار کردین یا نه و بهتون وامو میدن یکی دیگه از تغییرات اساسی که ایجاد شده که قبلا نبود شما قبلا میتونستین خونه اول رو بخرین خونه دوم رو بخرین حتی میتونستین یه خونه دیگه به عنوان اینوستمنت یا رنتال بخرین الان باز اکثر بانک ها خونه ای که فقط برای خرید خونه اول به شما وامو میدن و ممکنه برای خرید خونه دوم شرایط یه خورده سختتر کردن یه خورده بیشتر سال جواب میکنن و خونه ای که خریداری میشه اون مبلغ رنتی که شما میخواین بگیرین باید خیلی قابل چشم باشه که بتونه بیشترین هزینه اون خونه رو کاور بکنه و این مهمه که نمیتونین ریفایننس بکنین ریفایننس رو اجازه نمیدن در اکثر مواقع هنوز هم استثنایی هست هنوز هم بعضی از بانک ها اوکی هستن با این قضیه ریفایننس ولی ترجیح میدن که شما خونه اولتون رو خریداری کنین یا حالا خونه دوم رو دارین به عنوان رنتال خریداری میکنین و میخواین که برای زندگیتون باشه باز این از تغییراتی بود که ایجاد کردن بعضی از دوستان میپرسن که ما تا وارد بشیم میخوایم اول باید کردیتمون ساخته بشه بعد اقدام بکنیم برای خرید خونه نه لازم نیست چون شما با نیو کامر پروگرام دارین خریداری میکنین خب مسلمه تازه وارد هستین به کانادا احتیاج نیست که سب کنین اول کریدیتتون استبلیش بشه اسکورتون مشخص بشه هیچ دلیلی نداره بخواین سب کنین اگر آمادگیشو دارین میتونین بلا فاصله اقدام بکنین برای گرفتن مورگج و خریدتون انجام بدین خیلی از دوستان میگفتن که ما نمیدونستیم که دوره داره نمیدونستیم که محدودیت داره و بدون اینی که حالا قصد خرید خونه رو داشتن ولی تو فکرش بودن به اون دوره محدودیت فکر نکردن اون دوره گذشته و الان متاسفانه دیگه نمیتونن استفاده بکنن برای همین خیلی مهم هست که بدونین این تو, تو این دوره واقعا یعنی توصیه من این هست که توصیه ما همه این هستش که اگر که واقعا تو این دوره هستین و شرایطش رو دارین حتما خریدتون انجام بدین چون بعد از اینی که این دوره بگذره شما باید مثل هر شهروند دیگه حتما توی کانادا درآمد داشته باشین حالا یا جای استخدام هستین باید نشون داده بشه که حقوق میگیرین تکس میدین که اونم شرایط خاص خودش رو داره اگر بیزنس خودتون رو میخواین را بندازین باز اونم یه سری شرایط خاص داره که فکر میکنم در برنامه دوم یا سوم آقای رفیع خیلی مفصل راجع به سلف ایمپلوید صحبت کردن و راجع به اینکام و نوع درآمدی که شما باید داشته باشین برای واجد شرایط بودن مورگج ام صحبت دیگه ای که هست بعضی از دوستان میپرسن یکی دیگه از تغییرات اینه که قبلا شما وقتی که میخواستین مرگج بگیرین هیچ فرقی نمی کرد که مثلا ریت دو ساله فیکس برای همه یکی بود هیچ فرقی نمی کرد تو چه پروگرامی دارین میگیرین و خونه چندومتون هست و چه شرایطی هست با توجه به تغییراتی که ایجاد شده الان شما ریتتون متفاوت هست برای نیو کامر پروگرام ریت متفاوتی داره برای کسایی که خیلی از پروگرام عادی استفاده میکنن متفاوت هست اگر خونه برای زندگی باشه ریتش فرق میکنه اگر خونه برای investment باشه رنتال باشه فرق میکنه اینی که اینم باز یکی از تغییراتی هست که باعث میشه ریت ها متفاوت بشه بعضی وقتها دوستان میپرسن که چرا ریت پنج ساله فیکس مرگج من با ریت پنج ساله فیکس مثلا همکارم که ما هر دو تقریبا شرایط مشابهی داریم متفاوته این برمیگرده به اینه که شما با توجه به چه پروگرامی مرگجتون رو گرفتیم که به این دقت داشته باشین باز یکی دیگه از نکته هایی که تاثیر میذاره توی ریت امورتایزیشن هست اون دوره باز پرداخت مرگجتون هست که استانداردش بین 25 تا 30 سال هست که حالا باز مسلما ریتی که برای 30 سال در نظر میگیرن چون با دوری باز پرداختی خورد طولانی تا هر یه کوچولو بیشتر هستش یعنی بستگی به ریسکی داره که بانک داره در نظر میگیره که برای ارائه این بانک چه ریسکایی داره تحمل میکنه در نظر میگیره پس ریتش رو طبق اون تعیین میکنه نکته دیگه ای که باید خدمتتون بگم برای این دوره این هستش که یک موردی ما داشتیم که باز برمیگرده به اینی که چقدر سب بکنین برای گرفتن وام کلاینتی ما داشتیم که ایشون از قبل قبل از اینکه بیان همه کاراشون رو کرده بودن صحبتاشون رو کرده بودن اینجا با ریلتور در تماس بودن حالا اقوامشون بودن کمک کرده بودن و وقتی اومدن همه چیشون آماده بود برای اینی که بخوان خریدشون رو انجام بدن حالا با توجه به اینه که کلوزینگشون تقریبا یه دو ماه بعد از اومدنشون اتفاق میافتاد ولی ایشون یک هفته بعد از اینی که وارد کانادا شدن به دفتر ما مراجعه کردن و ما اقدام کردیم برای مرگج و براشون گرفتیم یعنی به همین سریعی شما میتونین بلافاصله پس از ورودتون به کانادا از این پروگرام استفاده بکنید من فکر میکنم تمام نکته اصلی این پروگرام راجبش صحبت کردیم اگر سوالی دارین به صورت جزئی تر و اختصاصی تر خوشحال میشیم که با ما در میون بذارین ایمیل آدرس برنامه پایین صفحه هستش و ما در خدمتتون هستیم میریم که یک برنامه کوتاه ببینیم و در خدمتتون هستم Are you planning to purchase a home or refinance your existing mortgage? You may want to start off with finding the right mortgage broker. Here are a couple of pointers to bear in mind when choosing a right mortgage broker. A competent mortgage broker provides you with a lot of information about the process and the product they are offering you. They should always provide you with details of the given deal instead of just making you sign off on a commitment with limited information. The product or the service they are offering you must best suit your qualifications and financial needs. A good mortgage broker will look for the best product matching your short and long term needs, as opposed to just focusing on the lowest interest rate. Always look to find if there are positive reviews or online testimonials about their services. At Mortgage Transit, the services we provide will save you time and money. Mortgage Transit, your journey home. خب دوستان راجع به پروگرام نیو کامر تازه واردین به کانادا صحبت کردیم همطور که گفتم اگر سوال خاصی داشتیم در این رابطه خوشحال میشیم که با ما در میون بذارین و بتونین پاسخگوی شما در این مورد باشیم در هفته های گذشته دوستان ایمیل فرستاده بودن و سوال هایی رو مطرح کرده بودن که با توجه به وقت برنامه آقای رفیعی نتونستن همه سوال ها رو با شما در میون بذارن برای همین من چند تا از این سوال ها رو که بعضیاشونم هم چندین بار تکرار شده بود و همراه خودم دارم که یه مروری با هم داشته باشیم شاید که این سوال ها سوال شما باشه و براتون مفید واقع بشه یکی از سوال هایی که چندین بار تکرار شده و با توجه به این قانون جدیدی که از اول ژانویه قابل اجرا هست و خب خیلی فکرها درگیر شده و همه میخوان مطمئن باشن که خیالشون راحت باشه که مرگجشون چی خواهد شد اگر که قرار مرگج بگیرن یا برنامه ای دارن که این سوال چندین بار تکرار شده و حتی دوستان تماس میگیرن و میپرسن که باید چی کار بکنن دوستی پرسیدن که آپارتمانی پیش خرید کردم و قرار است که سپتامبر 2018 تحویل بگیرم آیا امکانش هست که از الان اپلیکیشن رو شروع کنیم و اپرووالم رو داشته باشم قبل از اجرای این قانون جدید یا نه حالا سوالی که جوابش باید بهتون بگم که خیر نمیشه به این دلیل که هر اپلیکیشنی با بانک و فاینانشال انستیتوشن و لندر های مختلف تقریبا تقریبا که نه دقیقا 90 روز یا مکسیموم 120 روز بستگی به نوع لندر داره اعتبار داره این اپلیکیشن یعنی شما خونه ای که خریداری میکنید از لحظه شروع اپلیکیشن برای درخواست وام تا وقتی که خونه رو تحویل میگیرین و مورگیجتون باید کلوز بشه حتما باید توی این دوره زمانی باشه اگر این دوره زمانی بگذره اپلیکیشن شما اکسپایر میشه دیگه هیچ اعتباری نداره و باید دوباره اقدام بکنین با توجه به شرایط و قوانینی که در اون دوره زمانی داره اجرا میشه پس منو بر این خیلی از دوستان این سوالو داشتن چون پیشخرید کردن و دوره تحویلشون یه خورده با فاصله هستش میخواستن اینو بدونن که میتونن انجام بدن پیشگیری کنن از اینی که اگر با قوانین جدید ممکنه مرگج گرفتن برشون سختتر بشه که متاسفانه کاری از دست هیچ کس بر نمیاد و باید ببینیم که شرایط اون موقع چطور هستش برای این دوستمون که گفتن که میخوان یعنی سپتامبر 2018 دارن تحویل میگیرن یعنی کلوز باید بکنن حالا قبل از اون تحویل میگیرن اون موقعی که باید کلوز بکنن ایشون باید حالا نهایتا سه ماه قبلش اقدام بکنن برای مورگج اگر بخوان از زودترین تایمی که بتونه نگه داره و خیالشون راحت باشه سوال بعدی که هست باز اینم خیلی تکرار میشه مرتبا همیشه حالا هم تو ایمیل دوستان فرستاده بودن هم خیلی تماس میگیرن میپرسن این که آیا هنوز هم امکانش هست با پنج درصد خون خونه خرید در جواب باید بهتون بگم که بله امکانش هست اما بستگی به شرایطتون داره باید واجد شرایط باشیم یه قانونی که از چند سال پیش به این ول به اجرا در اومد و باید در نظر بگیرین اینی که قیمت خونه خیلی مهمه اگر که شما تا سقف پن، تا سقف 500 هزار دلار باشه خریدتون با 5 درصد مشکلی نداره میتونید اقدام بکنین اگر از 500 هزار دلار به بالا باشه باید حتما مینیمومش 10 درصد باشه و 5 درصد قابل قبول نیست یعنی 10 درصد روی مابل تفاوت 500 هزار دلار به بالا شما باید به با عنوان داون پیمنت داشته باشین این با توجه به در نظر گرفتن این این هست که شما واجد شرایط هستین یعنی از لحاظ درآمدی کردیت میزان بدهکاری هایی که دارین حالا به عنوان لیز یا لون ماشین یا استودنت لون اگر دارین پرداخت میکنین یا اگر بدهی روی کردیت کارتاتون لاین آف کردیت چیزی هست اینا همه باید در نظر گرفته بشه با توجه به در نظر گرفتن همه این حالا بدهکاری ها اگر هست و درآمد شما میشه اقدام کرد و براتون مرگش بگیریم با حالا 5 درصد یا اگر بالای 500 هزار دلار هست با 10 درصد معمولا چند مورد در سال گذشته ما داشتیم که حالا کاندوهای تقریبا یک خوابه بودن که زیر 500 هزار دلار بوده و معمولا خونه های اول بوده یا خونه های که بخوان برای شروع داشته باشند که بخوان وارد به قول معروف مارکت بشن این هستش که چند مورد داشتیم با 5 درصد براشون گرفتیم با توجه به اینی که وقتی شما داون پیمنتتون زیر 20 درصد هست مرگج, مرگج شما باید اینشورد بشه با اینشورنس کمپانی و اپرووال از اینشورنس هم باید داشته باشید و اینشورانس کمپانی و کلا این نوع مورگج برای همه چیز سه ماه هیستوری میخوان یعنی اینو باید در نظر داشته باشین سه ماه نشون بدین که داون پیمنت توی حسابتون بوده سه ماه مدرک ارائه بدین برای درآمدتون حالا پیست بنک استیتمنت نشون بده دایرکت دپوزیت اینا رو همه سه ماه سه ماه از شما میخوان سوال بعدی که باز یکی از دوستان پرسیده بودن این هستش که در مورد دوره آزمایشی یا پروبیشن پریود هستش این دوستمون گفتن که مدت سه ماه هست که در یک کمپانی شروع به کار کردن به صورت دائم و فول تایم و دوره آزمایشی من شش ماه هست آیا میتونم برای مورگج اقدام بکنم یا باید صبر کنم که این دوره تموم بشه؟ در جواب باید بگم خدمتتون که بانک قبول نمیکنه دوره پروبیشن و میخوان که حتما شما این دوره رو به اتمام برسونید و خیالشون راحت بشه که دوره آزمایشی تموم شده و از طرف شما یا از طرف حالا کمپانی که دارین براشون کار میکنین این به صورت دائمی نر اومده و دیگه یه اطمینان خاطری برای ادامه داشتن درآمد شما هستش و از اون موقع قبول میکنن استثناهایی وجود داره در شرایط خاصی مثلا شما یک ماه از پروبیشن پریودتون باقی مونده ملکی در نظر دارین و کلوزینگ دیتش رو برای دو ماه آینده گذاشتین یعنی یک ماه بعد از اینی که پروبیشن شما تموم میشه کلوزینگتون هست در این صورت میشه اقدام کرد حالا با توجه به این شرطی که شما به صورت دائمی خواهین بود و دوره آزمایشی با موفقیت به اتمام خواهد رسید اینه که یه استثناءهایی در این زمینه میشه قائل شد و میشه روش کار کرد سوال بعدی که دوستان پرسیده بودن این بود که آیا میشه از لاین of credit برداشت کرد برای داون پیمنت یا نه؟ این سوالیه که باز خیلی تکرار میشه خیلی دوستان دوست دارن بمونن باید گفتش که بیشتر باید به این فکر کرد بستگی به خرید شما داره اگر و اینی که لاین آف کردیتیتون سیکیور هست یا آن سیکور هست اگر خونه ای دارین علاوه بر داشتن مرگج در کنارش هم یه لاین آف کردیت هست دارین که معمولاً هر چقدر به, به مرگجتون رو که پرداخت میکنن اون قسمتی که اصل پول هست این به عنوان کردیت میره توی لاین آف کردیت و شما لیمیت لاین آف کردیتون بالا میبره و شما دوباره میتونین ازش استفاده بکنین اگر تصمیم بگیرین که از این لاین آف کردیت برداشت بکنین برای دادن قسمتی یا حتی کل داون پیمنت خونه بعدی به عنوان اینوستمنت خیلی معقول هست و بانک قابل قبول براش با توجه به اینی که شما باید کوالیفاید باشین یعنی وقتی که دارین برداشت میکنین از اون مقدار خب جزء به هر حال پیمنت های ماهیانه شما حساب میشه و اون جزء اون حساب کتابی که انجام میدیم باید بیاریمش که نشون بده که شما هنوز هم با توجه به اینی که این پول رو دارین دوباره قرض میگیرین و مورگیج جدیدی رو دارین درخواست میکنین همه این هزینه ها با هم درآمد شما هنوز اینا رو کاور میکنه حتی اگر آن سیکیورد لاین آف کردیت هم داشته باشین باز میشه استفاده کرد ازش باز دوباره میگم باید واجد با شرایط باشید درآمدتون باید به اندازه باشه که بتونه کاور بکنه نوعی که فقط یه تفاوت کوچیکی هست از نوعی که حساب میکنن اینی که چه مبلغی دارین برداشت میکنین و اینی که حساب کنن که باز پرداخت ماهیانش چقدر خواهد بود که باز اون تاثیر داره توی اون نهایتا ریشوی که قابل قبول باشه برای اپرووال یا نباشه سوالات دیگه ای هم هست که باز اونا رو ما گذاشتیم که هفته های آینده باتون مطرح میکنیم اگر سوالی دارین حتما میتونین با ایمیل برنامه برای ما سوالا رو بفرستین یا میتونین از وبسایت ما دیدن کنین mortgagetransit.com و سوالاتون رو برای ما بفرستین میتونین با ما تماس بگیرین برای مشاوره در امور وام در خدمتتون هستیم و در اینجا خیلی خوشحالم اعلام کنم که خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت دست داد که من بتونم در این برنامه باشم و برای دوستان در دوستانی که برنامه دارن آخر هفته شرکت کنن در جشنواره سین ایران آخر هفته خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که لذت ببرین از این برنامه های قشنگی که در نظر گرفتن و برای همه دوستان امیدوارم که آخر هفته خیلی خوبی داشته باشین ما در خدمتون هستیم در مرگش ترنزیت و خوشحال میشیم که پاسخگوی سوالا و تقاضاهای شما در امور وام باشیم بعد از ظهر خیلی خوبی داشته باشین خدا نگهدار